شیلان میرزایی فعال حقوق بشر از ازمیر ترکیه با ما همراه هستن. خانم میرزایی وقت شما بخیر. شاهد یک خشونت منحصر به فردی از سمت حاکمیت هستیم در سه استان کردنشین ایران. اینکه حتی از ارسال محموله خون و دادن خون هم جلوگیری میکنن، چنین عمل کردی که جمهوری اسلامی داره چه بازتاب جهانی میتونه داشته باشه و چه معنی داره؟ با درود به شما. خب ما ته دو سه روز گذشته شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی علاوه بر کشتاری که در کردستان انجام داده، واقعا شدت فشار روحی روانی هم به مردم آورده. یعنی در کردستان هم جنایت علیه بشریت اتفاق افتاده، هم در واقع یک نسل کشی در مناطق در کردستان ایران داره شکل میگیره. خب قطعا ما میدونیم که این رفتار نشأت گرفته از کینه جمهوری اسلامی و علل خصوص شخص آقای خامنه‌ای به مردم کرد در مناطق غرب ایران هستش و این چیز جدیدی نیست که ما در کردستان کشتار ببینیم، سرکوب ببینیم و جنایت علیه کردها و نسل کشی کردها رو ببینیم. ما یعنی جمهوری اسلامی سابقه این کار رو داره. قطعا در مجامع بین المللی میتونه جمهوری اسلامی رو محکوم کنه به جنایت علیه بشریت و اینکه دولت ها میتونن که اون رابطه خودشون رو با ایران قطع بکنن. شما به جنایت علیه بشریت اشاره کردید، اما استفاده از سلاح جنگی که در این مناطق داره انجام میشه علیه مردم بیدفاع، آیا مصداق جنایت جنگی نیست و در قوانین بین المللی در دنیا چه برخوردی میشه باهاش انجام داد؟ قطعا بله، مصداق جنایت جنگی، به این دلیل که حمله نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به مردم بیدفاعه. یعنی در واقع در حقوق بین الملل و در کنوانسیون ژنو قانون سال 1977 کاملا به این اشاره شده که حمله به نیروهایی که سلاح ندارن و بیدفاع هستن در واقع جنایت جنگیه و کشتاره. و بر اساس این روش ها دو روش داره برای اینکه جمهوری اسلامی رو محاکمه کنن، یک روش قضایی و یک روش صلاحیت بین المللی. یعنی در یک روش قضایی میتونن با استناد به اسناد، مدارک، ویدیوهایی که بر اساس اون افراد، جنازه ها، حتی کسانی که بازداشت میشن، بهشون تعرض جنسی میشه، شکنجه میشن، در یک مرجع قضایی این بررسی بشه و در صلاحیت جهانی با تشکیل یک دادگاه سلاح‌هایی که مورد استفاده شده برای اون مردم بیدفاعی که در اون منطقه هستن قطعا بررسی خواهد شد، نمونه برداری خواهد شد و جواب و نتیجه اون بر اساس یک کمیسیونی که ارزیابی میکنن، آزمایش میکنن اون سلاح‌هایی که برای اون اعتراضات استفاده شده، قطعا نتیجه بدی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت.